السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما دید با فرانسا و پاریس مرکزی دولت فرانسا و فیلان ما استاد محیدین کبیری در کنفرانسی سالانه مسلمانان فرانسا قرار داریم و در اینجا استاد با ملاقات های یک قطار ملاقات های انجام دادن و اولا از استاد در مورد تأثیرات ایشان از این همایش که مسلمانان فرانسه هر سال یک همایش دارن از این چی برداشت نمودند؟ میخواییم از استاد از تأثیرات ایشان و همایش چی تأثیرات برداشت نمودند و به شما بگیرم. من هم خیوانی باشنده هم بگم برای من بسیار یک شرفی بزرگ بود که در این کنفرانس شرکت کنم، چون باری اول دعوت شدم به این کنفرانس و ولی قبلا هم در برای این همایش معلومات داشتیم، چون هر سال مسلمانان فرانسه یک همایش بزرگ یک هفته ای برگزار میکنند که در اینجا هم سخنرانی ها هست، کنفرانس ها هست، هم نمایشگاهی هنری هست، نمایشگاه مواد غذایی هست و مسلمانان فرانسه و همه اروپا تمام توانمندی و هنر و فکر و قدرت خود را در اینجا به نمایش می‌گذارند و خیلی برای من جای تعجب آور این بود که حکومت فرانسه هم یکی از بزرگترین و یکی از معروفترین نمایشگاه های خود را در اختیار مسلمانان گذاشته است و این نمایشگاه بزرگ و نمایشگاه پاریس در جهان معروف است که هر سال در اینجا بزرگترین نمایشگاه های دنیا برگزار می شود و معروف به نمایشگاه پیشرفت هواپیمایی هم هست که همه سال در اینجا بزرگترین شرکت های هواپیمایی محصولات خود را در اینجا به نمایش می دهند و مسلمانان هم همچون جزی جدا نشونده فرانسه و اروپا در اینجا همچون شهران حق دارن که هر سال یک مرتبه یک هفته این نمایشگاه در اختیارشون هست و تمام ملت ها مردم فرهنگ خود، طعام های خود، لباس های خود را به نمایش میگذارن و خرید و فروش میشن و همزمان یک فرصت بسیار خوبی هست برای بیشتر شناس شدن تبادل نظرها. برای مثال همین روز در همین تالارها یک بحثی بسیار خوبی بود در باره آنکه مسلمانان معاصر در اروپا چگونه باید زندگی کنند، در مسئله فقهی، در مسئله فکری، مناسبت مسلمان ها با دموکراسی، با دولت دنیوی و از همه مهم این است که نقطه نظرها از طرف خود مسلمان ها گفته بشود، نه از طرف اطراف دیگر شخصیت های دیگر، بلکه خود مسلمان ها، علما اسلامی، فقیهان، رهبران دینی و سیاسی میان تبادل نظر میشود و بار اول است که هیئت تاجیکستان هم در اینجا شرکت دارد و ما شما خود را دیدید که یک هیئت 15 نفره تقریبا در این نمایش شرکت داریم و دید و بازدید های زیاد بود، ملاقات ها بود، فکر میکنم که هم برای اسلام و هم برای ملت و کشور ما مفید باشد. استاد از این ملاقات ها و از این همایش که سالانه در این کشور یعنی که صورت بگیرد، خاصتا در کشورهای اروپایی و ما میبینیم که در این اروپا که اسلام یعنی که همچون یک دینی یعنی الهی و مانند دیگر ادیان دینی اصلی یعنی که مردم که مسیحیت است و در یک همزیستی و یک یعنی زندگی خوبی یعنی همدیگر فهمی قرار دارد و کنفرانس های اسلامی که گذرانده می شود و همایش های اسلامی که در این یعنی که دولت های اروپایی که شما بیشتر هم اشتراک می کنید در همه چندین همه کنفرانس ها و به نظر شما این کنفرانس ها یعنی می تواند این مردم و این یعنی که اونهایی که در اینجا اشتراک می کنند یک یعنی با یک دیگر زیجتر بکند یعنی نظر به یعنی چی ببینید خود همین کنفرانس تقریباً بیشتر از 20 سال است که هر سال برگزار می شود. پیشتر این کنفرانس سازمان های اسلامی فرانسه بود. بار اول این رو همایش مسلمان های فرانسه نام کردن و این یک پیام دارد. یعنی مسلمان ها الان میگن که ما فرانسوی هستیم دیگر. ما مهاجر نیستیم در اینجا. ما یک سازمان اسلامی نیستیم بلکه ما فرانسوی هستیم که دینمون اسلام هست، مثل که یک فرانسوی دینش مسیحی هست، یهودی هست یا میتواند بدین باشد
و این خیلی از لحاظ فکری خیلی تغییرات بزرگ هست و خیلی تجربه هست. از طرف دیگر این واقعیت یک کشور دموکراتی هست، ما نباید از این زیاد تعجب کنیم. البته برای کشورهای ما و شما که در اون دموکراتی نیست، دموکراتی فقط در قانون اساسی هست بلکه در حقیقت یک دیکتاتور هست، برای ما تعجب است که چگونه مسلمان ها یا دیندارها میتوانند پر یک هفته با هم جمع شوند و هر چی دلشون میخواهند بگویند. ببینید در فرانسه چون دموکراتی هست و دولت حکومت بین دین و بین حکومت فرق میگذارد، بین برای مثال دین و تروریسم فرق میگذارد، بین دین و اکستریمیسم فرق میگذارد. وقتی که در خود همین فرانسه سال نیست که از طرفی خود مسلمان ها عملیات های متاسفانه تروریستی افرادگرایی صورت میگیرد و اولی کسی که محکوم میکنند خود مسلمان ها هستند، حتی تظاهرات میشود علیه این تروریستی. اما خوبی این کشورهای دموکراتی در این است که حتی وقتی که یک نفر میاد از نام اسلام، از نام دین دست به یک جنایت میزند و عمل تروریستی میزند، حکومت بلافاصله نمیاد سازمان اسلامی را متهم کند، دین را گناهکار کند، پیشروی مسجد و مدرسه را بگیرد، برعکس شروع میکند به گفتگو و تو میخواهد بفهمد که عامل های اصلی پیدایش افرادگرایی در چی است، نه مثل کشورهای ما و شما که با بهانه آن که مثلا یک جوان دست به یک جنایت زد، حالا هر دین بود یا گروه های تروریستی پیدا شدند، این را بیارند و دین عمومی کند و بالای دین فشار بیارند بالای اسلام. من فکر میکنم این یک تجربه نادری هست که بین کشورهای فرق هم بین کشورهای دموکراتی و دیکتاتوری. ما و شما که الان با حکم تغییر الان در اروپا هستیم، یکی از موضوعها، یکی از پهلوهای مفید که باید بیاموزیم و این تجربه رو برای وطن کشور خودمون بگیریم، آن همین تجربه همزیستی مصالحت آمیز، تجربه گفتگو مکالمه و مشارکت در تجربه سیاسی. خیلی خیلی خوب درست استاد قید نمودن در مورد دولت های اروپا خیلی گوناگون هستند از نگاه دولتداری، از نگاه نظام ها. چنانه که میدانیم دولت لهستان یک دولت دینی مسیحی است و دولت آلمان هم حکومت دستی یعنی مسیحی دموکراتی است و فرانسه یک دولتی است که کاملا دین از دولت جدا است، یعنی حتی مسیحی هر قدر هر قدر ارزش دارد مسلمان هم همون قدر ارزش دارد. اگر دختر مسلمان با کارگاه یا اینکه با مدرسه یا با مکتب داخل شدن با حجاب برایش ممنوع باشد، برای یک مسیحی داخل شدن با صلیب هم ممنوع است. یعنی ولی ارزش به تمام شخصیت و یعنی هر شخص، هر شهروند قائل هستند و اصلا یعنی که چنین نظامی را این دولت ها پیش میبرند. و بسیار خوش آمده دوستان به این برنامه و انشاءالله امیدواریم که در سفرهای دیگر و در کنفرانس ها و همایش های دیگر هم دوستان را همراهی می نماییم و تأثیرات ایشون را در این زمینه برای خوانندگان و برای مردم شریف کشور انشاءالله تقدیم می کنیم.